سلام و وقت بخیر به برنامه بازنگاه خوش آمدید. رئیس جمهور غنی بلندن رفته است تا در کنفرانس مبارزه با فساد اداری شرکت کند. اما آیا واقعا در عرصه فساد اداری حکومت وحدت ملی دستاورد دارد یا نه؟ در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موارد میپردازیم. مهمانانم در این برنامه آقای انجینیر زکریا عضو مجلس نمایندگان و همچنان آقای شهزاده مسعود کارشناس مسائل سیاسی با ما هستند. آقای غرزه خوخوجه همچنان تعهد سپردن که در این برنامه شرکت میکنن، انتظارشون نداریم. بسیار خوش آمدین مهمانان. من شاداب امین بیگزاد هستم. آقای مسعود، آنچه که بحث مبارزه با فساد اداری بلند میشود، رئیس نخست وزیر بریتانیا به شکل تمسخرآمیز کشور افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها قلمداد میکنن. چرا رهبران حکومت وحدت ملی به این پیمانه زمینه ها را مساعد ساختن که حتی خارجی ها بگوین فاسدترین کشور افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر طول دمخه تاسو تا جناب وکیل صاحب زکریا تا ده خورشید تلویزیون طولو کتونکو لیدونکو تا سلامونه و نیکی هیله. تر کوم ځای پورې چې د فساد خبره کیږي، فساد تقریبا چې دا 10 کاله کیږي چې په افغانستان کې په افغانانو باندې جګړه تپل شوې ده. خصوصا په دغه 15 کالو کې فساد وجود درلودو او لري. سره د دې چې د فساد لپاره پخوا حکومت هم خپلې هلې ځلې ډېرې وکړلې، اراده موجوده وه، اما هغسې چې باید د فساد مخه په کافی اندازه سره نیول شوی وای متاسفانه ونه نیول شوه. فساد پخوا هم و بیا د ملي وحدت پر راتاک سره چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو په خپلو د کمپاین په دورانونو کې د نورو مسایلو تر څنګ چې ډېر تاکید کوو، دا یې ویلې چې موږ به فساد د منځه وړو. او فساد یوه ډېره بده پدیده ده چې په دې ملک کې متاسفانه افغانانو سره سره دچار کړي دي سره. اما په هر ترتیب دغه جوړښت دغه حکومت په داسې یو ترتیب سره راغی چې د موږ د ملي وحدت حکومت مشران په ډیرو وړو مسایلو باندې تقریبا څه کم 2 کاله تیر کړل. په جزوي مسایلو باندې چې هغه مسایل اصلا یقینا که درته ووایم چې په دوی پورې هېڅ کوم ربط هم نه درلوده، دوی په داسې مسایلو باندې ځان مصروفه که هغه څه چې پخوا وعدې شوي وي چې د فساد په مخنیوي کې به موږ عملي اقدامات کوو، فساد نه در دې چې کم نه شو بلکه زیات هم شو. د ځینو رسنیو یا د ځینو کسانو نه چې داسې اورې فساد په خپل اوج روان ده چې متاسفانه نن په رسنیو کې داسې واورېدل شول چې د برطانیې لومړي وزیر نایجیریا او افغانستان د دنیا په مخه باندې فاسدترین حکومتونه د فساد په غږ کې یاد کړل. نو یقینا چې دا د موږ افغانانو دپاره ښه زیری نه ده او دا شی روان ده. او سره د دې چې نن د افغانستان ولسمشر برطانیې ته روان شو او سبا په دغه کنفرانس کې هم برخه اخلي، سره د دې چې د برطانیې د لومړي وزیر له خوا نه دغسې نوم هم ایښودل شوی ده، زه امیدواره یم چې هغه کومه اراده چې د افغانستان ولسمشر د فساد په مخنیوي کې لري داسې تشریح چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د برطانیې د لومړي وزیر د خبرو ښه جوابګویی وي. اما فکر میکنین که در مورد مبارزه با فساد رئیس جمهور افغانستان برای انگلیس ها حرف داشته باشن؟ یعنی کار کردن در افغانستان برای مبارزه با فساد یا نه؟ دقیق رئیس جمهور تعهد کرده بود که در 5 سال حکومتشان فساد را اینجا از بین میبرن، اما امروز بریتانیایی ها میگن که افغانستان و نایجیریا فاسدترین حکومت ها را با خود داره. که اگه شاینات مو گوگورو و گور جناب تاسه ملی وحدت حکومت به جوړک سره د افغانستان د ملي وحدت مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی دا هم ویلي چې په شپږ میاشتو کې به زه په افغانستان کې سوله راولمه، او په ډېره عجله سره کوشش هم ډېر زیات وکړه چې اوله اړتیا چې د افغانستان د ملت هغه سولې ته ده، هغه سوله هم متاسفانه رانغلله، بلکې جنګ نور هم ډېر شدت پیدا کړ. دغسې د فساد ما مخکې درته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران متاسفانه په داسو وړو وړو شیانو باندې ځان مصروفه کړ چې اصلا د فساد په مخنیوي کې دوی عملي کوم اقدام ونه شوای کړلی. نور لحاظ زما په اند باندې هم شاید څه ونه لري، اما خدای دې وکړي چې د ده سره دغسې یو څه یي چې
نړی په دې قانې کې چې دوی د فساد لپاره یو قوي اراده لري. تشکر. آقای زکریا، نخست وزیر بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها میخواند و رئیس جمهور هم در کنفرانس مبارزه با فساد به لندن سفر کرده شرکت میکنه. چرا به این پیمانه حکومت افغانستان بیکاره بوده که حالا در جمع فاسدترین کشورها به حساب میرود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بارد سلام به شما جناب شاهزاده مسعود، بیننده گرامی تلویزیون خورشید. ببینید، در کشورهایی که جنگ است، مخصوصا جنگ های گوریلایی، جنگ های پارتیزانی، او کشورها به گونه حکومت های ضعیف دارن، نظام های اقتصادیشان دستخوش تجاوز و تعارض گروپ های مافیایی قرار میگیره. ما اگر یک چند قدم به تاریخ پستر بریم، در کولومبیا وقتی که جنگ های چریکی بود و مواد کوکا یا کوکائین یگانه منبع یا اصل دستاورد مالی برای پارتیزان ها بود و در اونجا فساد اداری در خود حاکمیت کولومبیا هم نفوذ کرده بود، با وصف تلاش زیاد امریکایی و دیگر کشورهای همسایه، فاسدترین کشور دنیا بود کولومبیا. اخیر کنفرانس، در حاشیه کنفرانس، رئیس جمهور غنی با دیوید کامرون هم صحبت های اجازه بده که شرط اول انگلیس ها برای کمکشان به افغانستان مبارزه جدی و حکومت با فساد بود، ولی شما میبینین آنچه که آقای مسعود هم گفتن، فساد هر روز سطحش بلند میشه تا اینکه مبارزه شما اجازه بدین که ما چی بگیم براتون. چی میگم؟ در کشورهایی که جنگ های پارتیزانی موجود است، مخصوصا شبکه القاعده به هر فرمش که داعش است، طالب است، بوکو حرام است، اونجا دستگاه مافیایی از وسط از این درگیری استفاده میکنه. مثلا در نایجیریا جنگ بین حکومت گودمن و گروه بوکو حرام ادامه داره و سر معادن طلا جنگ است و این معادن طلا به دست مافیا افتیده، مافیا در ادارات دولتی نفوذ پیدا میکنه، حرکت های مافیایی نظام و طرف فساد میبره. در سومالیا گروه الشباب قاچاق اسلحه میکنه، انسان ها رو اختطاف میکنه، پایپلاین های گازی که از کینیا میه به طرف نایجیریا و تانزانیا اینا رو مختل میکنه، باج میگیره، گروپ های مافیایی ایجاد شده. در افغانستان گروپ مافیایی به واسطه طالب و جنگ های طولانی ایجاد شده. مواد مخدر هلمند یگانه علت اصلی فساد در کشور. باید داشته باشین آقای زکریا، هیچ پول از حکومت افغانستان به جیب طالبان نرفته. هر فسادی که در افغانستان شده، والی دست داشته، رئیس دست داشته، معاونای رئیس جمهور دست داشتن، در گذشته و حالا که شواهد موجود نیست. و در برخ از اوقات هم دیده شده که وزیران فاسد بودن. رئیس بانک مرکزی از این حکومت فرار میکنه. شما دیدین در گذشته. والی متهم به فساد میشه فرار میکنه. وزیر متهم به فساد میشه فرار میکنه. وزیران زیاد متهم به فساد هستن. اما بدبختانه همه ایشان امروز خطر محسوب میشن برای حکومت و حکومت توانایی این را نداره که کس را به دادگاه بکشه. دلیلش چه است آقای زکریا؟ من با شما در این مورد موافق نیستم که طالبا از فساد استفاده نکردن. حتی کمک جامعه جهانی که در بازسازی افغانستان شده، طالبا 30 تا 40% زیر و بیشترین این را مقامات حکومت گذشته و فعلی حیف عمل کردن. حتی در شورای صلح 30 تا 40%، حتی تا 60% پول به جیب طالبا رفته. طالبا در دولت نفوذ کردن، عوامل طالبی بوده که فساد دامن میزد. خود مافیا در حاکمیت افغانستان نقش داره. حتی در دور بعدی شاید در پارلمان 40-50% مافیا داخل شود، به خاطر که کارت به وسیله پول خریده میشه، انتخابات تقلبی است، تقلب به وسیله پول میشه، پول مافیا بعد از چرا حکومت مافیایی جدی نمیکنه با فساد؟ ببینید، باید داشته باشیم یک سفر کشیده نشده به خاطر یک واقعه شما فراموش نبوده دیگه. این یک واقعه فراموش نکنید که بنیم حالت ما خود ملت کم چیز کردیم، مشکوک ساختیم. تا وقتی که جنگ باشه شما نمیتونید بر علیه فساد مبارزه کنید. تا که جنگ باشه شما بیکاری نابود کرده نمیتونید. علت اصلی فساد چیست؟ موجودیت طالب است.
جنگ است و این جنگ زمینه را مساعد کرده. شما یک فاصله فشار میدید که امرای پول خود فرار میکنه و علت دیگر هم پناهگاه حکومت وحدت ملی است که هر روز دوستان و رفیقان خود حتی از خارج میخواین اینجا در مقامات نصب میکنن. درست است؟ ببینید فساد در کشوری که درگیر جنگ باشه روز به روز رشد میکنه. تا زمانی که ما جنگ ببریم عوامل فساد در داخل خودش میترسه سنگرها را اعلام میکنه. یگانه چیزی که ما را سر پای ما استاد میکنه در مبارزه قدرت میده بردن جنگ است که ما پناهگاه مفسدینه هم در داخل دولت که با کیافه و چهره جدید موقعیت گرفته نابود کنیم و هم اگر پناهگاهی نداشته باشه کجا فرار میکنه. امروز یک فاسده آزار میتی میره به گروه مخالف میپیونده. تا وقتی که سنگرها را ما نبریم سخت است. اما این به این معنا نیست که ما مبارزه را و حاکمیت قانون را فراموش کنیم. ببینید 10 سال است که حاکمیت قانون زیر پای شده. در قانون اساسی افغانستان ماده 2 میگه، یعنی منظورتان در حکومت گذشته بیشتر قانون زیر پا شده؟ در گذشته بیشتر سگ ماده 2 قانون اساسی گفته مبارزه بر علیه مواد مخدر، بر علیه زرع و کشت، استعمال مسکرات وظیفه حکومت میباشد. کدام گام میره برداشت؟ علت اصلی مواد مخدر است و موجودیت جنگ‌های چریکی. سپاسگزارم. در این مورد حکومت‌ها قانون اساسی را زیر پای کرده. سپاس. آقای غرزه خوخوژه، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، تازه به ما پیوستند. بسیار خوش آمدین آقای خوخوژه. آقای خوخوژه، به تازگی نخست وزیر بریتانیا حکومت افغانستان و نایجیریا را در جمع فاسدترین حکومت‌ها قرار می‌دهد. در یک محفل خصوصی میگه که ما میزبان رهبران فاسد افغانستان و نایجیریا میباشیم. به نام خدای بزرگ، با تقدیم احترام به شما و جناب وزیر صاحب مسعود و جناب وکیل صاحب و بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیوی خورشید، ما فکر میکنم که مسئله زیاد رسمی نیست، به خاطر از اینکه دیدگاه شخصی یک شخص گفته میشه، به خاطر از اینکه در رسمیات نگفته و گفته میشه که مخفی ثبت شده یا به شکل غیر علنی است. خب باز هم صبح یک کنفرانسی که در لندن صورت میگیره و رئیس جمهور افغانستان هم از تاجکستان میره، از افغانستان میره به لندن و در اونجا اشتراک میکنه. لیستی که سابق بود در لیست ما بسیار اینطور نبود که آل ما دو کشور میمونه، دیگه کشورهای جهان ختم شده. خب اگر قائم گرفته شد موضوع از نگاه رسمیت دیپلماسی، باور ندارم که رسمی قبول کنن، به خاطر از اینکه این یک نقطه شخصی است. اما فکر نمی‌کنم دیدگاه حکومت انگلستان نیست. متاسفانه خب چرا ما باید به شکل عقیر دیده شویم؟ گرچه انگریزا زیادتر ما را عقیر میبرند، به خاطر که ما در 1919 تانستیم که بر از سبق شانه بتیم، استقلال خود بگیریم و آفتاب نافرجامش که هیچ وقت سقوط نمیکرد ما سقوط دادیم. بله زیاد کشورها از بریتانیا استقلال خود گرفتن، اما در مورد از نو ملاحظه زیاد ندارن. خب نه، وقتی که ما آغازگر بودیم، ما آغازگر بودیم و او فراموش نمیکردن. بیاد دارم که آقای عبدالهادی داوی سفیر افغانستان در لندن بعد از استقلال افغانستان در دعوت رسمی، یک دعوت ضیافت رفته بود، در ضیافت وزیر خارجه انگلستان در حالی که میشناخت که سفیر افغانستان از گفت که ای آقا کیستن، او فهمید که مرا تعقیر میکنه، او گفت که ما ببخشین پسر رفت پس آمد، اوفا و شما رو شناختم وقتی که از میوان فرار میکردین، ما از عقب شما رو دیده بودم. پس به او اساس انگلیزا با ما طولانی یک چی داره، دشمنی داره. و همین حوادثی که در افغانستان جریان داره، دیروز هم ما در این باره تبصره داشتیم که در هلمند هم صورت گرفته. ما یاد ماست که انگلیس ها به این رول عمدر داره، همین حوادثی که در هلمند فعلا هم جریان داره، یعنی تقابل انگلیس و در امریکا غیر رسمی گفته که افغانستان فاسدترین کشور، این یک حقیقت جامعه ما و حقیقت حکومت ما است. زیاد قدر ما باید سرش نپیچیم که بیخی فاسد فاسد است. ما بیخی فاسد فاسد چی گفتیم؟ ما همسایه ما که در پالی ماست از ما که در فاسد تر است. چرا او در لیست نمیاد؟ اما کشور خود ساختن دیگه و در لیست نمیاد نامش. و چرا دیگه کشورهایی که فاسد از بدتر از او است ما قبول دارم؟ شما کشور همسایه ما را مثال قرار دادین، اونا
دستگاه قضاییشان به حد حاکم است که نخست وزیر خود به دادگاه میکشن. خب دستگاه قضاییشان دستگاه قضایی از و عدالت است نه شریعت، و در شریعت ما شریعت قرای محمدی را در قضای خود داریم و ندارن، و در پالیش اردو کشور همسایه ما ایران هم در اونجا هم امکانات بسیار خطرناک سوء استفاده ها وجود داره، تا صدها میلیون دلار روزانه گفته میشه، و ما در لستی که اصلا این مسئله پیرو و لستی که پیدا شده و در اونجا سرمایه‌دارای جهان است، در اونجا خود نام کدام فرد افغانستان نیست، اونجا نام نواز شریف وجود داره و در اونجا نام دیگر را برای کشورهای دیگر وجود داره، ما خود در لست نبودیم و هیچ کدام افغان در اون لست نبوده. آقای خواخوجی میپذیرین که ناامنی از افغانستان بله. مستقیم به فساد در افغانستان داره، درست؟ نخیر نخیر، او را ایش وقت نمیپذیرم. بس مواد مخدر هم میپذیرین در افغانستان؟ بله بله، او هم از ما نیست. هیچ اداره افغانستان را شما پیدا نمیکنید که رشوت موجود نباشه. مواد مخدر هم از ما نیست. مواد مخدر امی پیشتر مرا نمونده که ختم کنم گپ خدا، وقتی که در انگلیس ها در هلمند بودن مرکز انتقال مواد مخدره بود و توسط تیارا انتقال میشد و وا یعنی می کار کردن و در جریان حکومت داشتیم دیگه جلوگیری کردن نتونستن. حکومت ما وقتی که به معنی این که حکومت ها فاسد است، وقتی که خودت نتانی که پاسپورت کسی را کنترل کنی، وقتی که نتانی که تیاره کسی را استاد کنی، وقتی که رادارت به دست خودت نباشه، تو نمیتونی کسی را پرسان کنی که دی تیاره چی است. وقتی که آل آستا آستا ما یک مرحله بسیار بد تیر کردیم، ما یک کشوری که کنده شده و تارای کنده آمدیم به یک کشوری که آل تعهد را حداقل توانستیم که نظام داشته باشیم. ما این تایید میکنم کدتان که در اینجا کرپشن وجود داره، اما این برای ما صادر شده در کلتور افغانی، در انانات افغانستان نبوده. سوال اساسی اینجا است که وزیر و والی و رئیس ما فساد میکنه، باز میگیم که یک پدیده صادراتی است. زیادتر کسایی که فساد کرده کسایی که از بیرون آمده، کسایی که پاسپورت دیگه در جیبش است. خب امی حکومت اونا را تعیین کرده دیگه، کسایی که او رفتنشان برشان بعد از کسی که مثل دوستایی که در افغانستان بودن و هستن و خواد بودن، و هیچ وقت اینجا ماضی و مستقبل دارن و نه ماضی خود میفروشن و نه مستقبل خود خراب میکنن. و مطمئن به مبارزه جدی حکومت وحدت ضرورت در ضرورت هستیم که باید مقابل فساد جدی مبارزه شود. ما طرفدار ریشه کن شدن فساد هستیم. اگر فساد نباشه ما واقعا آرامش بسیار خوبتر خواهد داشته باشیم. مثلا دیروز ما میبینیم که دیروز پیسه زیاد میمد، فساد به یک شکل بلند بود، اما حال به کراچی سر سرک و ترافیک شارا افتاده، یعنی واقعا این هر چقدر پیسه کم شده برای مردم گوش نساختن. چرا شما میبینین که ساعت به ساعت شما ببینین در فیسبوک موتر گم میشه؟ چرا در همین شهر کابل وسایل نقلیه دا 3000 موتر گم میشه؟ هیچ طور میره و او میشه به خاطر عزیز که مردم گوش نشده. و 1,80,000 نفر زیادتر کارگری که در کمپای خارجی کار میکرد و بیکار شدن و خود تا معاش امکانات دولتی کم شده رفته. بس به اساس واقعا که فساد زیادتر شده میره و هر روز که همین مقدار کمک ها کم شوه زیادتر شده. سپاسگزارم آقای مسعود. آنچه که بحث و دیدگاه نخست وزیر بریتانیا در مورد افغانستان این گونه باشه، مطمئن هستین که حکومت افغانستان را پس از این کمک جدی و آنچنانی بکنن، آنچنان که در سالهای گذشته افغانستان کمک میشد از جانب کشورها و حامیان بزرگ افغانستان هم همی انگلیس و امریکا هست دیگه؟ خب تصور گوره اول خواهی سیب تم زم خراغلاس وایم در نره کمکونه چه در افغانستان سرکی یو شرط امداده چه باید فساد در تورک شی در یواز برطانیا نده نور اقا هوادونه چه در افغانستان سر کمکونه که اقا اساسی شرط داده چه باید افغانستان که فساد برک شی. خدی که با اوریدون که قضاوت کی چه فساد شته و کنشته ده. ما مخی در طویلی چه بیل شک فساد شته و راستر بل زیاد شوی هم ده و زیاد یگیم، اما یا وقت زبای دو ایمه چه دخوا خیگی ده خبر پا تایید بانده چه پا طول دقی پینزل است و کلو که پا فساد که خارجه را هم دیر اساسی رول درلوده، فساد که دوی هم لاز درلوده، اما پا ده مانا بانده نه چه دا فساد دوی پا افغانستان که وارد که زمو گوست چه پا هر دستگاه که گوره فساد ستاده پا که بیل شکه که دلتا کمکونه زیاد کیگی که کم کیگی وست متاسفانه لکه یو فرهنگ ونده گرزله چه اتصوک مقرر کیگیم اقا و ایشاره ده پیسی مقابل که ما مقرریم. اما آقای مسئول در زیر بیننده ممکن این سوال بله. پیدا شوه، شما یک قضیه می داشته باشین پیش بله. سارنوال یا دادستان میرین بله. او رشوت می خواه شما مکتب مدرسه را ولی درست آباد نمی کنه در منطقیش، پولش به جیب خود می زنه.
وزیر صاحب خیلی پول ها را گم میکنه، بعدش فرار میکنه به کشورهای دیگر. همین خارجی ها نقش اینجا چه است؟ عرض تکم در خی خبرت گور اشاره وکړه. ما در تو ویل چې کچیر قوی ملی اراده د دې لپاره ای موږ به ټوله پړه هم په خارجانو ونه چې خارجان په دې کې شریک وګیا د فرهنګ غوی مختراوړ غوی راوړ، یعنی موږ هم اوس باید هغه لاره لاړ شو. نه، ما مخکې درته ویلې چې زموږ د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په کمپاینی دوران کې تر ټولو نه په دوو شعارو باندې چې دوی ډېر کار کوو، هغه دا و سره د نورو خبرو چې یو به موږ فساد ورکوو، مطلق به فساد ورکوو، او بل هغه څه چې د افغانستان د خلکو ایله او ارزو ده چې هغه یو تلپاتې سوله. متاسفانه چې کار ونه شه، ما درته وویلې چې نه سوله راغلله، تر اوسه پورې هم جنګ په موږ تحمیل شوی، جګړه روانه ده، او نه د فساد په مقابل کې دغسې عملي اقدامات وشول. هغه ځکه چې د سیستم دغسې جوړ شوی ده، د سیستم داسې جوړ شوی ده چې دوی په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې ځان مصرف کړی. دغسې لوی لوی مسایل چې هغې ته د نړۍ هم فکر ده، کومکونه یې هم تر هغې پورې مشروط دي چې که دا ورک نه شي موږ کومکونه هم نه کوو. ما مخکې درته ویلي چې زه امیدوار یم چې د موږ ولسمشر چې نن برطانیې ته روان شو، سبا ته په همدغې کانفرانس کې دی برخه اخلي، خدای دې وکړي چې دی د ځان سره داسې یو څه ولري چې د نړۍ قناعت هم په دې باندې حاصل کړي، او نړۍ دې ته وهڅوي چې د افغانستان سره کومکونو ته هم ادامه ورکړي. ځکه اوس زموږ زیات کومکونه چې رئیس جمهور بیشترین دستاوردش در امر مبارزه با فساد به دادگاه کشاندن دو عامل بحران کابل بانک میدانه. خب په هغې باندې هم اورېدونکي اوس قضاوت کولی شي چې هغه دوه کسان چې د کابل بانک په موضوع کې وو که نه، نور زه به یې نومونه نه اخلم. د هغوی حال هم تاسو ولیدئ چې یو خانه کراکش کړل سول، بل وخت کې همده حکومت ورجک سه ډېرې غټې غټې شهرکونه یې هغوی ته ورکړل. یعنی دا هغه څه دي چې زه په هغې باندې ډېرې خبرې نه کوم، تکراري نه پکوم. اورېدونکي ښه دي چې په هغې باندې قضاوت وکړي. ما درته وویلې چې متاسفانه زه باید ووایم چې زموږ موجوده حکومت هغه څه چې ویلي وو او باید په هغې عمل کړی وای، په هغې نه بلکې په ډېرو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي. کنې دواړو مشرانو، هم ډاکټر صاحب غني او هم ډاکټر صاحب عبدالله، دواړو په خپلو کمپاینونو کې دا ویلي وو چې موږ به د سولې د فساد په مخه کې یو افغان به د یو افغانه بهتر نه وي، بل افغان به د بل افغانه کمتر نه وي. دا هغه مسایلو چې تر اوسه پورې یو هم نه ده متاسفانه عملي شوی. نور که دې وروسته یوه ښه اراده ورته پیدا شي او د وړو مسایلو نه ځان راوباسي، په ملي مسایلو باندې دې فکر وکړي، نو بیا امیدواري ورته پیدا کړي. غیر دغه نه به نه به ځان غولوو نه به نړۍ غولوو. تشکر. آقای زکریا، آنچه که بحث سران حکومت وحدت ملی مطرح میشه، آقای مسعود به نکته خوب اشاره کردن که هم آقای عبدالله و هم آقای غنی در مسائل خیلی کوچک خودشان هم مصروف نگاه میکنن و کارهای بسیار کلان را انجام داده نمیتونن. اگر به همین گونه پیش بره، فکر میکنین که واقعا مبارزه جدی با فساد صورت بگیره؟ اگر کابل شهردار نداره، میگن هیچ مشکل در کارش پیش نیامده، فکر نمیکنین که واقعا زمینه فساد را خود از اینها پیدا میکنن برای مسئولین در شهرداری کابل یا دیگر ولایت؟ اگر وزیر دفاع نداریم، میگه هیچ مشکل پیش نیامده، فکر نمیکنین که خود سران حکومت وحدت ملی هستن که به نحو حالا زمینه سازی میکنن که باید فساد وجود داشته باشه در ادارات، حالا شهرداری باشه، وزارت دفاع باشه، داخله باشه، هر جایی که باشه؟ ببینین، در حکومتداری، در نظام اداری اقتصادی، شرکت بعض شرکت ها شکست میخورن و علت شکست زیر 8 مورد بررسی کرده که در نظر این نظریات یکی از دانشمندای امریکایی که اصلا انگلیس جرمن الاصل است برشمرده. و نقطه مهمی است که در اداره یک آدم فکر کنه که همه چیز رو میفهم، دیگر هیچ عضو اداره نقشی نداشته باشه، و اگر روی ضرورت مشورت نقش مشورت اعضای مشترک یا اعضای مسئول هم بگیره، فکر کنه که فهمش به اندازه من است، صرفا بگیره و هیچ به او باور نداشته باشه، او کمپانی به شکست مواجه میشه. که مثال زنده میتونم مثلا کمپانی زیراکس در تولات الکترونیک که اپل جای خود پیدا کرد یا سامسونگ پیدا کرد و دیگه بلک بیری، هیچ تو نتانست که یا کودک که در این راستا تجربه تاریخی داشت، سرمایه گذاری داشت و
به خاطر که منیجمنت خوب دیگه اداره را ضعیف کرد، زمینه را به نابودی ازی و عوامل فساد داشت داد، از بین رفت. به خاطر که اداره بدست یک فرد همیشه اداره میشه و فردم فکر میکرد همه چیز میفهمه. در جایی که یک فرد فکر کنه که همه چیز میفهمه، خطرات ازی است که در اونجا بحران میه و باید به هر کس سخت داد و اداره را به شکل جمعی و با هدف نهایی ایجاد سیستم باید پیش برد. این مشکل حکومت فعلی داره، اما فساد میراث سابقه است. میراث چه زمانهایی؟ ببین، اول خود در افغانستان نظام نبود. سال 2001 تا 2004-2005 حکومت به شکل به جهت نظام سازی میرفت، دنیا هم کمک کرد، اما در قسمت ساختار نظام سازی چند مشکل وجود داشت. ما متوسل شدیم به شیوه بوروکراسی قدیم، نفوس شهرها بسیار رشد کرد، تقاضا در اجراءات بوروکراتیک و اداری بیشتر بود، اما ابزارهای کاری را ما به موقع ناوردیم. یعنی کامپیوتر را ما در سیستم داخل نکردیم، کارا به سرعت اجرا شد. وقتی که با کارا به سرعت اجرا نشد، شما خواستین که زودتر واسه که درست 3 روز از کار میمونید، 100 رو پرشوت بدید به کاتب که شما را اول کارتون اجرا کنه. از چیزای خرد شروع شد و این شکل گرفت و شیوهای کلان مافیا دیگه مداخله کرد. مافیایی را گسترش داد در پست‌های مهم و کلیدی، به خاطر گرفتن قراردادها مافیا حرکت‌ها را شروع کرد، که قراردادهایی که منفعت بزرگ داشت، رشوت‌های بزرگ تبادله شد و این رشوت به یک فرهنگ تبدیل شد. بالاخره حکومت زیر یک حاله از چی قرار داد، غباری از این که ما نتانیم ببینیم زیر یک پرده که اینا پشت پرده کارا بکنن، کارهایی را اجرا کنن و در نهایت نظام به طرف بحران بره. نظام سازی در گذشته روی دلایل چندی به طرف بحران رفت، که نبود بوروکراسی سالم. زمان طالب یک طالب در روی زمین خواب بود، در پشت کاغذ قوطی گوگرد مکتوب نوشته میکرد. نظام از بین رفته بود. چند سال اول ما کردیت میتم به نظام دوران آمد کرزی که از صفر شروع کرد، اما در جریان نبود ابزارهای لازمی، حکومت داری به طرف فساد برد که عامل اصلیش مداخله مافیا و به دست آوردن قراردادهای کلان پرمنفعت که هر کس به این تلاش انداخت که از یک از سبقت کنه، و همچنین نبود ابزارهای لازمی که دیگه دنیا داشت و رشد و سرسام‌آور شهرها و تقاضا برای سرویس و خدمات اداری کم بود. آقای خوخوجی، آنچه که بحث مبارزه با فساد و امنیت مطرح می شود، روز گذشته در ننگرهار حمله می شه و بیشتر از 20 تن کشته میشن. به همین قسم روز نیست که شما حمله انتحاری، انفجار، حمله گروهی را شاید نباشین، و دقیقا روز نیست که حالا راپور پخش نشه که در فلان اداره اینقدر فساد شده است. چرا حکومت وحدت ملی که در رأسش آقای غنی و آقای عبدالله است، چند تن از کسانی که ثابت شده سرشون که به میلیون ها دلار را چه در حکومت گذشته و فعلی غارت کردن، اونا را به دادگاه نمیکشونه؟ برعکس، بسیار از مشاوران از اینا کسانی هستند که دوسیه های فسادشان امروز در لوی سننوالی افغانستان است. ببینید، ما و شما در یک حالت قرار داریم که هیچ در امی افغانستان فعلی کسی نیست که از امی یک حلقه برامده باشه. اگر مامور دیروز است، اگر امروز است، کلش از یک کاسه برامده، یک کاسه بوده و از میجی آمدن و یک جای کار کردن، اما 220 نفر یا 300 نفر اما بالا شدن، پایین شدن، وزیر شدن، معین شدن، سفیر شدن، خارج رفتن، پس آمدن، مشاور شدن، پس مقرر شدن، یعنی امو کس هستن. اگر آقای غنی هم است از جمله مامورین است، وزیر مالیه و رئیس پانتون و رئیس نماینده خاص کمک‌های ملل متحد بود افغانستان بوده، آقای دکتر عبدالله معین قیاس و دیگر هم مامورین نشانم وزرای در کابینه سابقه بوده و تعداد بسیار معدود انگوش شمار کسایی است که نو آمدن، مثل اینجوری است محمد خان که نو در کابینه معلوم میشه، یا یگان کس دیگه آقای دوستم هم رئیس سرکار سر قماندان علای قوی مسئله بوده، از اون که چوکی بلند نظامی دیگه نبود، و آقای دانش هم معاون وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون نظارت قانون اساسی و دیگه جواب بوده، والی اولین والی دایکندی. پس این مامورین یعنی تفاوت نمیکنه که کی کجا و یا ای. اصلا امی مسئله را ما اگر ببینیم امی فساد، ما گفتم باز با جناب وزیر موافق نیستم که
امی خارجی ها آورد برای ما، مثلا شرکت های مثلا کلان ال بی جی، شرکت ترایکو چین آن و اینجا آمدن، اما کل پروژه رو وا گرفتن از پیشتن، قسط اول گرفتن، قسط دو گرفتن، قسط سوم به افغان ها دادن، قسط چهارمش برای اصلی کارگر رسید، یعنی شرکتی که کار میکرد قسط چهارم بنجو بدستش رسید و او این قسط چهارم که رسید این دیگه مجبور شد که از سیخ 16 و سیخ 12 بیاره ساختمانه، پل اون افتاد، پل مفته ساختمان که ما میگید معارف خیالی است، مثلا تعمیرات ساختمان های وزارت معارف آقای پشتون وزیر انکشاف شهری بود به یاد میاد که رفته که این قلم گرفت دیوال دید بسیار مقبول جور شده بود، اترکایی کرد دیوال ریخت، امروز افتتاح بود ما اکتش بودم، اتو کرد دیوال ریخت، دیوال ریخت مکمل قال مقالش بالا شده قرار دادی رو گرفته و مکتب آگه چپا کرد و این مسائل، یعنی این ما خودم شاید استم که روز اولی کار شده بود بس به او گل انداخته بودن به خاطر از که درجه که برازو میرسید اصلا در امو بیدنگا یک ما وقتی که موین شاروالی بودم ما در بیدنگ کسی رو میدنگ بسار ارزان آوردم ما او رو قبول نداشتم، ما میفهمیدم که نمی قیمت سرک جور کدر میتونه و او کسی است که دروغ میگه و میگه به خاطر که مواد نداره، شرکت نداره، دستگاه نداره، وسایل نداره، در گیلانه و در آفتابه کی را منداختن در سرک، یعنی ماشین و وسایل نداشتن، این در افغانستان می کار شده، سرک های عمومی شارا را این می رقم کارا کردن، واقعتا این مشکل کلان بوده و این را اما مواسات دادن و این دولت نمده، شما ببینید در این قضیه قراردادهای کلان دوستا شاهد هستن که وقتی که بیدنگ خلاص میشه امی شارت لیست دونر میکنه، کسی که برد فن میته او میکنه، اما نظارت را حکومت افغانستان میکنه، او وقتی که میته تو قطع کنیشه نمیکنه برد قطع، تا بال نشده که در از حکومت کسی یک پروژه را غیر اینمی یک پروژه تیل وزارت دفاع را که او را چی کردن قراردادش فسخ کردن، اما او هم ایچ معلوم نشد که پس چطور شده، او چطور شد او مردکه پس شکایت داشت که مرد دیگه هم تاوان بتین به خاطر که قرارداد فسخ شده، وقتی که تیل به 50 روپیه بوده در بازار ما به 10 روپیه تیل دادیم، به اصطلاح یک مثال میگم، او گفته ما توانی شده منوز، یعنی در اینجا چون هم قیمت ها درجه اول نبود، مثلا ما قرارداد کردیم با تیل در کابل که ما تیل قوای هوایی رو میتونم، اما خود ما رفتیم تیل از بازار شهر کابل خریدیم، مواد از شهر کابل خریدیم که خودش بازار خراب میکنه، یعنی این واقعیت است، این مشکل ها پیدا شده، اما دست اول که کسی که قرارداد کرده او بیغم شده در خارج بوده و پیسه خود گرفته در اروپا بوده یا در نزدیکترین جای دبی بوده، مسئله امنیت بسیار مهم است، شما پیشتر گفتین وزیر دفاع، وزیر دفاع واقعتا تا بال نبود، اون آقای جنرال صاحب اگر جنرال عبدالله حبیبی معرفی شده و آینده نزدیک در دو هفته آینده خاطر بره بخیر به پارلمان و ان شاء الله پارلمان هم رحم میکنه با دست سه نفر جواب دادن دو نفر انشاءالله رای میتن و ضرورت است به این وقت که یک مدیر خوب، یک صاحب منصب مجرب و یک کسی کارکنه هر بس بله، رتبه انتقال مردم کجا سپاس خواهد، رئیس جمهور افغانستان این گونه فکر میکنه که کل حرف را در افغانستان و کل کار عملی میتونه که بکنه و انجام بده، مثلا میگه که کمیسیون جور میشه برای بررسی، میگه خودم در فلانه مورد بررسی میکنم، میگه با شهردار کابل خودم کار میکنم، با وزیر داخله خودم کار میکنم، با وزیر دفاع خودم کار میکنم، یعنی خودش عقل کل فکر میکنه و فکر میکنه که همه کار انجام داده میتونه، خلوص نیت داره به خاطر کار، یک تعداد کسا هست فکر نمیکنه که زمین ساز فساد توجه دارن که زودتر کار شوه، مثلا ما شهردار نداریم، هر روز مردم ما در شهر فشار کار که سرکت شوه کار مشکل میشه، این واقعیت است، اما خلوصش و هم علاقهش و آرزویش بسیار خوب است، اما که این فشار میاد و گپی است که انسان که 18 ساعت کار میکنه سرش بسیار وزن کلان است، یعنی این باید نشوه و رئیس جمهور باید وقت کمتر بدن که کار کنه به خاطر که زیاتر تفکر بهتر کنه و قضای کلان خلاص کنه، مسئله امنیت بسیار عمده است برای ما، شما که مسئله دیروز جلال آباد گفتین، ما در جلال آباد دیروز باز یک دستاورد کلان هم داشتیم، 10 میلیون کلدار یک نفر کشف استخبارات ما تانست که دستگیر کنه، یک نفر از مامورین جاسوس که پیسه را انتقال میده در افغانستان در بانک باز از این برای طالبان بسیار سوال آسان، اولا می تو قرار برشان فیصل از افغانستان توضیح میکنه، این بسیار گپ عادی از یک بانک پاکستانی، پس به این اساس ما واقعتا در ننگرهار قماندان قلوردویش جنرال زمان وزیری وضع کمی مریض هم هست، مشکلات هم داره، بهتر است که یک جوان روان کنن بر از او، مثلا نمی در لوانگ قماندان سابق لوایی که اونجا تانسته بود که امو قاسم خان قصدش بگیره، میشه که امو دروازه پاکستان که برداشت میشه که اونمو برد اونجا در قلوردوی ننگرهار
زندگرار و وزن زندگرار جور کنه. ما یک چیز رو باید فکر کنیم که دوستا میگن تجربه، واقعا تجربه مهم است، اما جوانان هم وقت بدیم، جوانای درجه دومه که توانمند هستن برن در قطاعات کار کنن. مثلا نمیار شما ببینین این قبول کنین که اصل قوای مسئله شما و بسیار شهامت و افتخار دانسته که خوب مدیریت کنه، یعنی وضع امنیتی که خود میگی من موافق نیستم برات، وضع امنیتی ما بسیار خوبتر است از سابق کده، اما خاطر اینکه مردم کشته میشن این چگونه وضعیت خوبه در افغانستان قرار دارن. شما ببینین در بروکسل میدان هوایی سرش انفجار صورت میگیره، یک مورد استثنا است اینجا هر روز حمله چند ماه شده سه ماه شده تاوال میدان هوایی است، نتونسته که نرمال بیه، اما خودت در این حالت خودت کلتون پخته شده در جنگ، عسکرت، سایمن سبیت، افسرت، جنرالت، حتی وزیرت، امی وزیرای که الاس وکلایت، وکلایت الان خودش میره در هر جای میگرد. بله خب یعنی این مسئله را قبول کنیم که شما میگن، اما این که دید خارجی ها در مورد ما چی است، در مورد پاسپورت ما چی است، و در مورد این که ما میگیم افغان هستیم چی است، دید خارجی ها را این قبول کنیم که در بیرون از کشور زندگی دید خارجی ها در این آل ایر قبول کردن خارجی ها که جنرال جنرالای 5-4 ستاره امریکایی را قبول کردن که قوای مسلح تو توانمند است، اول بخنده میکردن، حالا میگن نه توانمند است، حتی طرح دارن، ما برتون به مسئولیت میگم طرح دارن که اگر ما یک قوای اسپیشل فورس خارجی جور میکنیم این قوا رو بر ما بتیم، ما میبریم همی افغانا رو میبریم بر جنگ بیرون، اما این خوشبختی است که عسکرت قدر رسیده یا سایمن ثابت یا پیلوت، اما این قبول کو که ما در فساد قرار داریم، خب نان عسکر صحیح نمیرسه، 120 روپیه یا شیش صحیح نمیرسه، گوشت صحیح نمیرسه، چای صحیح نمیرسه، یعنی 120 روپیه از نگاه لوجستیک بسیار خوب پیسه، اما اینو بانن که یعنی حالت برای شما پذیرفتنی است. بله حالت کنونی افغانستان براتون پذیرفتنی است. حالت نظامی ما پذیرفتنی نیست و حالت اداری ما را سیاستون باید اصلاح کنه. سپاسگزارم. آقای مسعود، چه شود که حالا سطح فساد کاهش پیدا بکنه؟ شما میبینید که دوستا به این باور هستن که از گذشته ها همین فساد است که افغانستان را بدنام ساخته در سطح جهان، این همین فساد است که حالا در قصر بریتانیا در موردش رهبر افغانستان را فاسدترین رهبر حکومت افغانستان را فاسدترین حکومت میدانن. خب گوره لکه مخی چه تاس اشاره وکرده چه تیر ورس پننگرهار که شل کسان افغانان دمانز ازی آزه بعد خواهو گی سوی و خبر سرد دی چه تایده اومه دا یا خلاص را اوڑن و دفتخار زایده چه دموگ امنیتی قوتونه دغه مرحله ته رسیدلی دي چې دغه سه د پردیو استخبارات یو پیوړی جاسوس نیسی دا په حقیقت امر کې دا ډیر ښه کار ده، اما د په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې موږ شل کسان د لاسه ورکړه، اما د شلو کسانو په بدیل کې موږ بیا داسې یو لاسته راوړنه هم درلودله. ما ته دغه شلو کسانو حیات تر ډیرو نه بیا ډیر زیات مهم ده، سره د دې چې زه دا هم تاییدم چې دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. اساسي نقطې ته د اشاره وکړله، فکر کوم چې دوستان هم په دې راسره موافق وي، د افغانانو د پاره اوس تر ټولو مهمه مسله د امنیت مسله ده چې په دغه ملک کې څنګه سوله راسي او څنګه ثبات راسي. تا مخکې سوال وکړ چې په دغه وضعیت باندې ته قناعت لرې که نه، زه مینایز د یو افغان درته وایم په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت په دې وضعیت باندې مینایز د یو افغان زه قناعت نه لرم. زه به هله قناعت وکړم، هله قناعت به وکړم چې ما مخکې درې چې د موږ د ملي وحدت مشران کوچنی کوچنی کارونه یو خواته پرېږدي، په دې معنا باندې چې په هغې څه باندې چې جناب زکریا صاحب پوهېږي، نو بیا ډاکټر صاحبانو تاسو په هغې باندې ولاکه خبر هم وایي، چې په هغې څه باندې بیا چې خواخوږی پوهېږي ولاکه ډاکټر صاحبانو تاسو په هغې باندې خبر هم وایي، بیا په چې څه باندې تاسو پوهېږي ممکن په هغې موږ هم پوه نه سو. کار باید هر سړی په خپل چوکاټ کې په مخ کې بوزي، دا واړه واړه کارونه د پرېږدي، هغه مهم ملي مسایل چې د افغانستان خلک هغوی ته نیاز لري، چې هغه سوله ده، یو دایمي امنیت ده. دا وژنه چې نن په ننګرهار کې دومره مړه شول، نن په هلمند کې دومره، دا دي څوک؟ دا ټول افغانان دي. وروره موږ د دغه برداشت نور نه لرو. زه دا وایم چې افغانان باید یو بل ته سره لاس ورکړي، ډېر نور دا تکیې په دې باندې ونه کړو چې د پاکستان ایس آی استخبارات به ماته غه راولي، سوله راولي، یا به یې امریکا راته راولي، یا به د امریکا نور متحدین ماته راولي. زه په دې باور او یقین لرم مینایز د یو افغان چې سوله به بالاخره په خپل افغانان من سره ولي، په هغې صورت کې چې افغانان یو موټی شي او د خپل خودخواهۍ خودغرضۍ او د شخصي مسایلو تنظیمي مسایلو زبانی مسایلو نه تیر شي او یو موټی شي. تشکر.
آقای زکریا، چه شود که حالا رهبران حکومت افغانستان حیثیت افغانستان را برگردانند و در قصرهای بریتانیا دیگر تمسخر نشه بالای افغانها؟ ببینید، اگر دنیا وجدان سالم و صحتمند داشته باشه، به گونه اداره افغانستان در جنگ و در مبارزه برای تروریسم که خطر جهانی است، خطر بشریت است، باید هر فردی ملت هم دنیا احترام کنه. و ما میبینیم که جنرال های پنج ستاره اروپایی و امریکایی تایید میکنه که نظام افغانستان با وصف کمبودا و مشکلاتی که داره، موانعی را که پاکستان در قسمت اکمالش ایجاد میکنه، اما بازم این مردم به نظام سازی، به امنیت خود و جهانی باورمند است. این اعتباره باید دیوید کامرون ببینه، این بزرگی و عظمت مردم افغانستان ببینه. فساد دقیقا در مورد مردم افغانستان چیز نمیگن، در مورد رهبران اونا اعتراض دارن که رهبران هستن. رهبران افغانستان بر علاوه از اینکه فساد را کنترل کرده نمیتونن، افراد فساد را در آغوش میگیرن. برداشت ما از گفتار دیوید کامرونی است که در قطار کشورهای فاسد دنیا اگر شما رده بندی کنی، نایجیریا قدر پایین نیست، مثلا سومالی هاست، چند کشور دیگه است که افغانستان هم قدر پایین نیست. این مثال داده که دو تا از این کشورهایی که در رده کشورهای فاسد میه با ما ملاقات داره. شخص دیگر اونجا با تمسخر پرسان میکنه که رئیس جمهور مصارفش خودش پرداخت میکنه یا ما میدیم؟ اجازه بدید. اونا میگن که نه، مصارف هم خودشان پرداخت میکنه. و اونجا دیوید کامرون گفته که در دنیا رهبرهای کشورهایی هستن که به شکل اجازه‌آمیز و یا حیرت انگیز فساد میکنن. درست میگه. سه چهار کشور اروپایی که سه چهار سال قبل به حالتی رفتن که کشورشان austerity measures یا اقتصاد ریاضتی رو تحمیل کردن، مثل یونان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل پرتغال. تشکر. مارکوزی کسی بود که فاسدترین رهبر ایتالیا شناخته شد. هم فساد اخلاقی داشت که با دفتر خود با سکرتریای خود برخورد نادرست میکرد و هم اقتصاد ایتالیا را ورشکست کرد که اتحادیه اروپا برش کمک کنه. همین قسم رهبر پرتغال. گفتار دیوید کامرون به این بوده که اینا چطور مالندوزی کردن رهبرای فاسد دنیا بودن. خب حالا به این نباشه که رهبر میخواین که رهبرای حکومت افغانستان را برات بتین، در حالی که مردم ما فقیرترین کشور جهان هستیم، اینجا 100 میلیارد دلار کمک شده برای مردم افغانستان. فساد من این کار نمیکنم، اما به این معنا نیست که اهانت بر رهبری افغانستان خاص ساخته باشه، بلکه گفته که در دنیا کسای رهبرایی هستن که در فساد حیرت انگیز هستن. خب که ما مثالایش دادم و این حرفشان متوجه آقای غنی نبوده. غنی در ظرف 1.5 سال تانوز ملکیت و دارایی از کسی در گوشه دنیا ندیده، اما از ملکیت رهبر ایتالیا مردم دیدن. فساد صدر اعظم یونان مردم متوجه شدن که کشور خود به بحران اقتصادی برد. و یک چیز دیگه پیشتر گفتم که چرا قراردادها به دست خارجی ها داده شد. قراردادی را که بانک جهانی یا بانک آسیایی و دیگه بانک های دنیا بر افغانستان پولایی را که کمک میکردن، این دونرا از طریق از این بانک ها ریکوایرمنت دنیایی بود که کمپنی که قرارداد میکنه باید به شرایطی که داشتن مطابقت کنه. در آغاز قراردادها را نمیتونست افغان ها بگیره به جز کمپنی های خارجی. کمپنی های خارجی گرفت، اما افغان ها رشوه دادن، سر یکی دیگه حمله کردن که قرارداد فساد خود ما رونق دادیم و خارجی را ما فاسد ساختیم. تشکر خوخوجه. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، رای حل چی است؟ چگونه حکومت افغانستان میتونه که سطح فساد را کاهش بده؟ حالا هر سال که آمار اعلان میشه افغانستان دوم نمره در فساد داری، اول نمره در تولید مواد مخدر. خب ما یک چیز ببینیم، امی آقای کامرون که میگه که فساد در افغانستان است، آیا مایکل سمپل هم اشرف غنی یا دکتر یا حامد کرزی آورده بود افغانستان؟ یا او صادر کرده بود؟ او را روان کرد. آیا ما فساد گیر نکدیم با اسناد که 4500 نفر او معاش میداد بود ده هلمن؟ آیا ای را ما آورده بودیم؟ شما ببینین، آیا ما خودم شاهد هستم در شاروالی، ما از 18 میلیون دلار 25 میلیون دلار ما از بانک جهانی چی گرفتیم؟ قرض بر ما کمک کردن. در او گرفتن نوشته کردن که سرکایی که ما کار کرده بودیم، کل اسناد ما رو گرفتن، گفتن که یک کمپانی رو ما باید، ما میگیم که باید کنترل کنه اسناد شما رو، ما اسناد شما رو قبول نداریم.
یک کمپانی رو با 5 میلیون دلار از اون پیسه 25 میلیون 5 میلیون چه برای کمپانی دادن که شما بیاین اسناد شما ببینین ارزیابی کنین با سایت بانک جور کنین. اما کاغذای ما رو بردن، امور گرفتن شکل رنگه کردن، امور دیجیتالی کردن، پس آوردن اونم پروپوزال ما را بردن، از او 5 میلیون دلار مفت کرده گرفتن و کمک کننده ایش ایندیا، یک کمپانی ایندی بود که با بانک هم کار بود. یعنی ایره شما قبول کنین که شما میگین یک ما میگم که 1 تریلیون دلار به فرانسه آمده، یک تریلیون دلار آمده به فرانسه، شما بیان که محاسبه کنین، باید محاسبه کنیم که چقدر دمی 1 تریلیون دلار چقدرش در افغانستان کار شده، چقدرش به افغانستان در اختیاری داده شده و چقدرش در امکانات پروژه داده شده. شما ببینید دیروز یک چند روز پیش شما دیدین در تلویزیون در مطبوعات جهان آمد که رئیس سیگار میگه که یک پروژه به نام بز به خاطر کباب 6 میلیون دلار دو مصرف شده که برای بزای تربیت شوه که برزی خوب کباب داره. های افغانستان به این رسیده که ما کباب بخوریم و خود از او باز بارما تمسخر میکنه که افغانا به این شکل هستن. بیاین ما واقعا ما باید افغانا خود ما مبارزه را شروع کنیم. واقعا تصویر خوب میگم، ما سه حوادث خراب داشتیم. یکی آمدن از پاکستان با همین 5 روپیه که پلیس ما یاد گرفت آمد مردم ما، یکی دوم در ایران فسادی که وجود داره ایره واقعیت بگیم که در هر پایگاهش و در پاسگاهش پیسه میگیره امور آوردن. سیومش کلان قراردادیه کلان آمدن این کار کردن. وقتی که آله ما به این متوقن استیم که اگر کل ما مطمئن شویم که ما متوقن باشیم که بهترین فساد، بهترین مبارزه با فساد است، بهترین از بین بردن فساد مبارزه با فساد است که او را یک جهاد اعلام کنیم و در او مثل که آقای غنی در روزا یک کمیسیون نو جور کرده، بیاین همی کمیسیون راستی همی 4-5 کمیسیون کسی را لغو کنیم، یک کمیسیون یک اداره اتشاف فساد اداری را صلاحیت بتین که اونمو برای کسی را بگیره بندی کنه. بفرمایید مخکې چې تاسو یو خبره وکړه، زه دا وایم چې که ډاکټر صاحب غني 3 ساعته کار کوي، 3 ساعته دغه 3 ساعته کار دی، 3 ساعته کار وکړي په ملي مسایلو باندې، دغه 3 ساعته کار دی نور پرېږدي په دغه افغانستان کې داسې استعدادونه ساده چې هغه کار په مخ باندې بوزي. دی د په وړو وړو فشار باندې چې دا امیر د حوزې ده، دا قومندان د ټولي ده، کنډکټ په دې دی نه مصرفي، صرف او صرف خپل وخت دی په هغه شیان چې هغه موږ ورته اړتیا لرو، موږ ورته اړتیا لرو. انتظام نظام اکنون صورت میگیره. همی هله که اختلاف بین رئیس اجرایه و رئیس جمهور از بین رفته، خوشبختانه پیش میره گپ. ما مطمئن هستم که کم کم وقت باید همین گپا کلش بیا که فساد از بین بره و رئیس جمهور کار با کار کارش بسپاره، انشالله میشه. تشکر مهمانان عزیز بودن در بازنگاه و سپاسگزارم از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.